شگف انگیزترین و مرموزترین روستاهای ایران به کانال ما خوش اومدین شماره یک روستای سراغا سید استان چارمال بختیاری این روستا از معدود روستایی هستش که مردمون به خاطر زنان و دختران از پوشاک کاملا معلی استفاده می کنن. هنوز زن و دختران این روستا از مکو سرا می کنند و پوشای سنگین بر بردوش گرفته و به روستا میارند. هنوز به جای کپسول های گاز و چراغ های نفتی چاله های آتش گرم و بخش خانه و تعمین کننده ی حرارت غذای خانواده است هنوز فرهنگ شهرنشینی وارد این روستا نشده پیرمردی 74 ساله به نام سید محمد دادور در این روستا قرآن و با خط بسیار زیبای خودش کتابت می کرده این پیرمرد خطاطی رو از اجداد خودش آموخته و حتی تذهیب این قرآن رو خودش ترسیم کرده این روسا با معماری زیبا و سنتی پلکانیش یکی از روسای شیف انگیز کشوره خانه های این روسا از خش و گل ساخته شده و فضای ساده و صمیمی داره معماری این روسا به گونه که حیات هر خونه روی پشت بام خانه زیرینه منازل به صورت زنجیر و هم و پیوسته خاصی بر اونا حاکمه شماره دو روستای صخره میموند شهر بابک میمون روسای صخره هستش که با چند هزار سال قدمت یادآور ایامیه که انسان خدایان خودشون رو در بلنده کوه ها جستجو میکردند و کوه نشانه استواری، توان، پایداری و اراده شناخته میشد. این بنای دستکند باستانی بیگمان از نخستی سکونتگاه بشری در ایران به می شمار میره. میمون روستایی هستش که از 6 تا 12 هزار سال قدمت داره. اشیایی که در این روستا یافت شده نشان از دوره ساسانی داره و در گویش مردمانش هنوز واجه های پهلوی و ساسانی شنیده میشه آب و هوای این روسا کوهستانیه زمستون سرد و تابستون معتدل داره شغل اصلی مردم این روسا دامداریه اونها در چهار اول سال به دشت میرن و به دامداری میپردازن و در چهار ماه بعدی مشغول باغداری میشن این روسا روز شنبه 13 تیر ماه 94 مصادف با 4 ژوئیه 2015 با کسب بیشترین آرا به عنوان نوزامین اثر جهانی ایران در فرس یونسکو به ثبت رسید. شماره 3 روستای آب است لاریجان مازندران یک روز در ماه اردی بهش، این خانم ها هستن که رئیس روسا هستن و همه امور روسا به رأی اونا میچرخه هر سال جمعه ای که از روزهای اردی بهش ما رسم دیرینه زنشاهی توسط اهالی روسه آب است قبل از شهرستان آمول برگزار میشه معمولا این روز توسط بزرگان روسا انتخاب میشه در این روز زنان روسا صبح زود وقتی آفتاب هنوز سلو نکرده زیر قابلمه غذای مرداشون خاموش میکنن و بار سفر یک روزه اونها رو میبندن و اسپندود کنن اونها رو تا ورودی روسا بدرقه میکنن در این روز هیچ مردی از پنج ساله گرفته تا 50 ساله نباید توی روسا بمونه خانوم هم که از رفتن همه مردا توی روسا مطمئن شدن برای پادشاهی یک روز خودشون رو آماده میکنن به دستور ملکه هیچ گردشگری نباید توی روسا بیاد و هنگام برگزاری این مراسم از روبین فیلمبرداری، عکاسی و یا موبایل استفاده کنه خانواده های دیگه که اهالی به دیدنشون میرن کسایی هستن که بیمار توی خونه دارن پس اولویت با عیادت از بیمارانه تبری گفتن دخترهای نوعروس وظیفه عروس نمادین روساست پادشاه روسا هم که از میان زنان سرشناس روسا انتخاب شده در این روز باید اختلافات و مشکلات زنان روسا رو حل کنه به همین دلیل اگه زنی از دیگران شکایت داره باید در ملعه آن مطرح کنه تا مسئله حل بشه اما از آن سو مردان روسا که صبح خیلی زود توسط خانواده بدرقه شدند یک روز را در کوههای اطراف سپری می کند تا آنها هم بخش دیگری از این مراسم را با نام ورفچال برگزار کنند در این روز مردان روسا در دامنه کوه دماوند به محل ورفچال می رسند مردان روسا قطعات یخزده بفر از ها جدا می کند و هر کس به توانایی خود مقداری از قطعات آخرین برف زمستان به جامانده در طبیعت را در این چاله می ریزد و روی چاره می پوشاند تا در فصل تابستان که دامهای خود را برای چرا به این منطقه می آورند مقداری از این برف را آب کرده و برای آشامیدن از آن استفاده کنند شماره چهار روسای ماخونیک بیرجند خراسان جنوبی یکی از عمده نشانه های فرهنگ روسای ماخونیک مسکنه که در نوع خودش جالب و قابل توجهه چرا که بافت مسکونی روسا در دامنه تپه و خانه ها به طور فشرده به هم و در گودی زمین ساخته شدن کف خانه حدود یک متر از سطح زمین پایین و داره یک درب کوتاه از سنه درختانه که باید برای رفتن به داخل خونه دولا شد و به زحمت خودتون رو داخل خونه کنید گفته میشه مردم ماخونیک تا پنجاه سال پیش چای نمی نوشیدند، شکار نمی کردند، گوش هم نمی خوردند و سیگار هم نمی کشیدند. مردم ماخونیک این کارها را گناه می دونستند. ورود تلویزیون به این روستا به معنای ورود شیطان بود و اهالی تا چند سال پیش به تلویزیون میگفتن شیطان اونا به هیچ عنوان اجازه نمیدادن که بچه ها پای تلویزیون بشینن چون میترسیدن که جادو بشن ما خونیک به سرزمین لیلیپوتیا توی ایران هم شهرت داره چرا که در این روستا سبک زندگی مردمش معماری خونه ها آداب و رسوم و باورهای عجیب و غریبش و انزوای چند صد سالش اونها رو به یکی از هفت روسه شیف انگیز جهان تبدیل کرده مردم این روسا داره قد متوسط به بالا هستن و قد های زیر 160 در این روسا کمتر دیده میشه شماره پنج روسای زرگر 100 کیلومتری غرب تهران دیگر... هم ایرانی هن اه... هم بایدو... اروپایی بایدو... هم فارسی آمان... میدونن هم کلکی بایدو... بایدو... صورتشون هم شبیه آریایی هم شبیه گرادیاتورا و هم وایکینگا قدشون هم بلنده اما این مردم یک راز دارن یک نکته مبهم تاریخی که مرموزشون میکنه مردم روسای زرگر زبان مادرشون رومانوه اونا به زبان زرگری هم حرف میزنن اما نه اون زرگری که بعد از هر حرف زه میذارن و زبونشون میشه زرگری ها خودشون هم نمیدونن که متعلق به کجا این جهان هستن و چی شد اومدن ایران و شدن رومانو اشیه کشاورز ایرانی که به زبان ترکی هم مسلطه قدیمی های روسا یادشونه که در زمان جوانیشون پیرمردی توی زرگر بود که تمام حساب و کتاباشو به زبان روسی می نوش. اما بعد از مرگش نوشتن به زبان روسی هم ور افتاد حالا همه مردم به زبان رومانا حرف می زنن و به لاتین می نویسن بچه های تحصیل کرده زرگر چند سال پیش چند تا لغت به زبان رومانو رو توی اینترنت منتشر کردند. و از همه مردم دنیا خواستن که اگه این لغات رو میشناسن به ایران بیان چند ماه بعد سه مسافر از فرانسه و انگلیس اومدن روسای زرگر رومانه های اروپایی متعجب بودند که چرا رومانه های ایرانی مثل هیجه هزار همزبون خودشون که توی اروپا هستن تشکیلات ندارن و در نشست سالانه اونها توی ترکیه حضور پیدا نمی کنن. شماره 6 روسای شهرآباد ابرکو هر کسی که برای نخستین بار وارد روسای شهر آباد ابرکو میشه از تعداد دوقلوهای ساکن در اونجا حیرت زده میشه اکنون نیمی از آموزان این روسا دوقلو هستند و چنان به همدیگه وابسته هستند که اگه یه قلشون نباشه قول دیگه هم در نبود همزادش بیتابی میکنه شهر آباد که به روسا دوقلوها معروف شده حدود 240 نفر جمعیت داره که از این تعداد 40 نفر دوقلو هستند دو قلوهای این روستا که بیشتر دو قلوهای همسان هستند اونقدر به همدیگه دیگه شبیه که بیشتر مواقع اونها رو اشتباه میگیرید در بسیاری از مواقع اگه اونا به تنهایی دیده بشن با قول دیگهشون اشتباه گرفته میشن که این موضوع ماجراهای جالبی رو رقم زده حدود 50 درصد ازدواج این منطقه از نوع فامیلیه و ممکنه یکی از دلایل افزایش دوقلوزایی باشه همدلی و وابستگی این دو قلوها به هم خیلی بیشتر از دیگر خواهران و برادرای روستاه مدیر دبستان شهید رحیم محمدزاده گفت این مدرسه دارای 24 دانش آموز در مقاطع پیش دبستانی تا پنجمه که از این تعداد نصف اونا دو است